سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ نیما وکسیز هستم، اومدیم با ویدیو جدید از بازی دد بای دیلایت، این بار با آموزش کیلر محبوب تریکسر. بریم که ویدیو رو ببینیم. خب خیلی سریع بریم سراغ آموزش این کیلر، اصلا ببینیم این کیلر چی کارا میکنه. بریم سریع سراغ پاور اصلی این کیلر. یه پاور اصلی داره کیلر تریکسر که یکی از محبوب ترین کیلرهاست در حال حاضر و یکی از قوی ترین ها میشه گفت، که پاورش به این صورته که شما یه سری تیغه داری که قابلیت اینو میده که شما رنج اتک داشته باشی، دقیقاً یه چیزی مثل هانترس، با این تفاوت که هانترس با هر تبرش میتونست یه ضرب وارد بکنه و شما را از حالت حالا هلتی به اینجر و از اینجر به حالت داون شده برسونه. اما تریکسر اینجوری نیست و وقتی شما با این تیغه هاتون شروع میکنید در واقع دمیج زدن به سروایور حالا جلوتون، یه نواری دور اون سروایور شروع میکنه به پر شدن و هر وقت اون نوار کامل یه دور پر بشه اون سروایور زخمی میشه و اگه دوباره شما بتونید اون نوار رو برای بار دوم روی اون سروایور کامل پرش بکنید با پرتاب کردن تیغاتون بهش، اون سروایور در جا دان میشه. خلاصه میگن که خب این از هانترس پس با این حساب ضعیف‌تره، یعنی مثلا چون تایم بیشتری طول میکشه نمیشه گفت ضعیف‌تره، به نظر من تا حد زیادی قوی‌تره. هانترس محدودیت تبر داره خیلی، یعنی مثلا شما نهایتاً 3 4 تا تبر 5 تا تبر میتونید به خودت حمل بکنید و تایم پرت کردنش و سرعتش هم با تریکسر خیلی فرق داره. تریکسر در این حال هم سریع‌تر میتونه پرت بکنه، هم در واقع تایم و فایر ریت این تیغاش خیلی زیاده و اگه شما فقط بتونید یه ذره تمرین بکنید تا بتونید تیغاشو درست بخوابونید روی سرور طرف، تقریبا میشه گفت با یه دست از تیغاتون یه سرور رو شاید توی 5 ثانیه یا 6 ثانیه دانش بکنید، اینقدر این کیلر قوی هستش. خب شما وقتی که حالا این تیغاتون به هر نوی تموم شد، مثل هانترس دقیقاً بعد برین سر حالا کومودا و این تیغاتون رو شارژ بکنین و حالا با یه سری ادانا و اینا تعداد ماکسیمم تیغاتون زیاد میشه، بعضی موقع با یه سری ادانا باعث میشه این ماکسیمم تیغاتون کم بشه. این تیغا با یه سری ادانا به هر حال قوی تر میشن، با یه سری ادانا حالا با به ازای یه پاور دیگه دادن ضعیف تر میشن، که حالا بستگی به اونا داره که من ادانا ایناشو بهتون حالا میگم چه جوری است. حالا درباره یکی دیگه از پاورهای تریکسر که در واقع ربط به همون پاور اصلی خودش داره با هم صحبت کنیم، که به نام ایونت هستش، که چجوری هستش. وقتی که شما موفق میشی تعداد زیادی این تیغا رو روی آلو سروایورا بخوابونی، پاور شما شارژ میشه و یه تایم مشخص داره، یعنی اگه تو این تایم مشخص شما اون پاور ایونت رو استفاده نکنی اون پاور از بین میره و مجدد باید با استفاده از این تیغایی که حالا به سروایورا زدی اون پاور رو شارژ کنی. حالا وقتی اینکه پاور شارژ بشه شما استفادهش بکنی، تریکسر شروع میکنه به صورت نامحدود تیغ پرتاب کردن، یعنی شما امکان داره یه دونه تیغ دو تا تیغ برات مونده باشه ولی پاور تو اکتیو میکنی به صورت نامحدود شروع میکنه پرت کردن تا وقتی که تایم اون ایونت تمام بشه. تو این حالت تریکسر موقع پرت کردن تیغا اسلو نمیشه و فایر ریتش بسیار 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 زیاده، ولی در واقع اگه شما بغل دو سه تا سروایور باشی میتونی شاید حتی دو تا یا هر سه تاشون رو با هم دیگه دان بکنی اگه خوب بتونی تیغاتو بخوابونی. بعد از پایان یافتن حالا این ایونت یه تعدادی از تیغاتون مجدد شارژ میشه و شما قابلیت پرت کردن تیغا رو دارید. حالا یه سوال که پیش میاد، میگین که آقا این کلن هیچ نقطه ضعف اینجوری باشه نداره؟ چرا داره؟ اگر شما موقع پرت کردن تیغا تو حالت ایونتتون استان بشید حالا یا بلایند بشین، این افکت کامل از بین میره. بریم سراغ ستاپر که هستی تریکسر. اولش استار استراک هست که در واقع میشه گفت یکی از بهترین پرکای بازیه که رو خیلی از کیلرها میان برش میدارن. حالا تریکسر شاید به نظر من این پرک اونقدر روش خوب نباشه چون کلا کیلر رنجیه و حالا بریم اول توضیح بدیم ببینیم چیه. وقتی که شما سرور رو بلند میکنی و کسی تو ترور رادیوس شما باشه، باعث میشه که اون حالا اون تعداد سرور همشون اکسپوز بشن، که همونطور که قبلا گفتم اکسپوز شدن یعنی که شما با یک ضرب میتونی اونا رو بندازی، با یک ضرب مثلا تیغتون نه، با یک ضرب بیس اتاک وپنتون حالا هر چی که هست، و وقتی که اون سرور رو سر هوک آویزون کردین این افکت تو بهترین حالت در واقع تو لول 3 پرکتون تا 30 ثانیه روی اون سروایورایی که اکسپوز شدن هستش و این ابیلیتی هم یه کولدان 60 ثانیه‌ای داره. من کلا با این استار استراک رولر نه تنها رو تریکسر رو خیلی کیلرهای دیگه تونستم راحت از در واقع این پرک استفاده بکنم، به خصوص ترپر، چون ترپر خودش یه ترور رادیوس خیلی زیاده داره، جزو کیلرهایی که هم پرک ترور رادیوس داره هم کلا ترور رادیوس زیاده و شما کلا اونو مثلا رو ترپر ورداری کلا ملت اکسپوزن تو کل مپ. حالا بعدا بهتون یه ویدیو میذارم که میگم حالا چه پرکای رو چه کیلرهای خوبن.
پرک بعدیش هکس کراود کنترل هستش که میاد چیکار میکنه، یه هکس توتم شما توی مپ داری که اگه این اکتیو باشه یک دماری از این سروایورا در بیاره که نگو. اینجوری که هر سروایوری راشت والت داشته باشه، حالا چه روی پله چه روی حالا ویندو، هر سروایوری بیاد راشت والت داشته باشه، یعنی هنگام دویدن والت کنه از داخل ویندو، اون ویندو رو برای حالا تو بهترین حالت پرکتون تو لول 3 برای 20 ثانیه بلاک میکنه. ببین 20 ثانیه که هم میزنی خوراک اینه که یارو یه بار مثلا دور شک حالا جوری یه جایی که پنجره زیاد داره دورتون بخواد بده بپره از داخل اون ویندو و اون ویندو بلاک بشه. و کلا این ابیلیتی کولداون نداره، یعنی همینقدر مزخرف اگه توتمش کلینس نشه، یعنی طرف توی 3 تا ویندو 4 تا ویندو پشت هم وارد کنه کل اونا بلاک میشه. خیلی قویه در از این جهت، کلا تریکسر خیلی کانتر نداره اگه این هکس توتمش رو نتونی پیدا بکنیم. یه نووی اوت داریم که آخرین پرک تریکسر است. من پرکش رو تقریبا میپسندم به این صورت که شما بابت هر سروایوری که برای بار اول میزنیش بوب یه توکن میگیری که این توکن ها تو مکسیموم حالت تا 12 ثانیه تایمیه که بخوان اگزیت گیت و سروایور رو باز کنن در واقع زیادتر میکنه، که به این صورت هستش که درا قفل میشن وقتی که در واقع جنراتور درست شدن و اون سروایورا میرن سمت یه دری. شما یه نوتیف میگیری از سمت حالا بازی که میگه آقا مثلا فلانجا رفتن سمت درا، میفهمی که اونجا حالا سروایور رفته یا حالا سروایورا رفتن که درو وا بکنن و در بلاک هست برای تایم مشخصی، که شما در این صورت خیلی راحت میتونی خب دیگه نیازی نیست بگردی دنبالش، میدونی که اون سمتی رفتن و میتونی بری بگردی و پیداشون بکنی. و ببینید این پرک در شرایطی خوبه که شما حداقل چه میدونم دو تا سروایور مثلا زده باشی، مثلا یکی رو کشته باشی یکی رو هوک باشه، حالا دو نفر دارن ول میشه خلن دوستم، وگرنه تو حالت بدتر از مثلا هر 4 نفر سالم هر 4 نفر دمه در، شما خیلی دیگه خیلی بترکونی بتونی دو نفر رو بزنیم واسط که تا بخوای ببری یکیشونو هوک کنی باز اون یکی رو میارنش، که عملا اون پرک اونقدر آخر بازی در این صورت به درد نمیخوره. یعنی شما اگه بخواید از این پرک نهایت استفاده ببرین باید شروع بازیتون خیلی محکم محکم بوده باشه. خب حالا من یه سایتی رو بهتون معرفی میکنم بچه‌ها تو همین ویدیو که حالا خودم خیلی ازش استفاده میکنم، تو وقت نمیشد یعنی اکثرا یادم میرفت تو ویدیو بهتون بگم. این سایت حالا برای بچه‌ها یه ذره با زبانیستون خوب باشه که بتونید حالا متوجه بشین، به این صورتی که شما داخل این سایت میرین به نام deadbydaylightfandom.com که میاد حالا کلیر تو سرچ میکنی حالا هر چی که میخوای مثلا ابیلیتی ها و بهترین ادانا اینا رو به ترتیب برات لیست کرده، تایم مثلا دقیق حالا ابیلیتی ها رو بر اساس حالا لول پرک و اینا همه رو اومده توضیح داده. خیلی سایت خفنیه، پیشنهاد میکنم حتما داشته باشینش، حالا لینکش هم براتون میذارم اگه باز یادم نره تا آخر ویدیو که لینکش براتون تو قسمت حالا آپلود بذارم، شما از داخل این ویدیو متوجه بشین که من یادم رفته و خودتون تشریف ببرید داخل این سایت رو بگردینش. خب ادانا رو اومده اینجا توضیح داده، مثلا اومده گفته که مثلا 4 تا اکسترا بلیز، یعنی چیکار میکنه شما 4 تا بیشتر میتونی تیغ هم کنی. حالا این ادانای قهوه‌ای رو طبق رسم معمولمون توضیح ندم، برم بهترین اداناشو توضیح بدم. این میاد چیکار میکنه وقتی که شما حالا با مین ایونتتون حالتش تموم میشه، در واقع هم حالت ایونت که بهتون گفتم مین ایونت منظورم است که شما تیغا رو سری پرت میکنی، اگه تایمش تموم بشه و از این حالت خارج بشین کل تیغای شما رو یه دور ریسیت میکنه. یعنی قبلا بهتون گفتم قبلا اگه تموم میشد یه تعدادیش رو ریسیت میکرد، مثلا 40 تا داشتین 30 تاشو بهتون برمیگردون، الان مثلا 45 تا داشتین هر 45 تاشو بهتون برمیگردون وقتی که تایمش تموم بشه. کلا ادان خوبیه، ببین به شرط اینکه مین ایونت شما استفاده کنی. خیلی از تریکسر پلیرها رو من دیدم که اصلا یادشون میره همچین پاوری دارن و به نظرم این ادان رو در صورتی بردارین که خوب میتونین از پاورش استفاده کنین، اگه نمیتونید ورش ندارین چون ویست میکنید الکی ادانو. این میاد چیکار میکنه وقتی که شما سروایوری رو حالا با بلیدتون در واقع حالا یک یا دو تا هیت بخوره ازتون تو حالت مکسیموم خودش، اون سرور اکسپلود میشه و شما میتونید با یه اتک بندازینش. ببینید ادان خیلی سختیه، یعنی واقعا سخت استفاده کردن شما، بعد تازه بزنیش معلوم نیست که اون سرور خودت نمیفهمی که اکسپوزش کردی یا نه، چون برات نمینویسه، اون سرور فقط میفهمه. من خودم خیلی موقع شده این ادا رو بردم بعد زدم نمیدونه یارو اکسپوز بوده، من نمیدونستم، بعد همجوری داشتم با تیغ میزدم میدونستم مثلا هیتش میدادم، بعد تک و توک شانسی مثلا اومدم هیت بدم دیدم ای یارو اکسپوز بوده. خلاصه من خودم زیاد پیشنهادش نمیکنم چون ادانیه که باید مثلا پرو پلیر رو خیلی مثلا میشناسن حالا فاصله ها رو اینا رو، مایی که نمیشناسیم همچون یرخی میریم بازی میکنیم زیاد به درد اون نمیخوره. برای من حالا ادانه قبلی رو باز الان که براتون توضیح دادم بیشتر پیشنهاد میکنم. این ادان خیلی خفنه،
ببین این بلیداتون، این تیغاتون از بین سرواور رد میشه، یعنی اگه دو تا سرواور پشت هم مثلا داره هیل میکنن، شما به اون اولی بزنی به اون دومی هم میخوره. آقا خیلی نامردیه. ولی خب اون در واقع اون میزان خط نوار و دمیجی که میخواد به سرور دوم بزنه 50% کمتره، ولی بازم خوبه. یعنی به نظر من دیگه بهترین ادانه بازیه. من پیشنهاد میکنم حتما برش دارید. این چیکار میکنه؟ وقتی که شما تو مکسیمم حالت رنجتون با تیغاتون میزنید سرور رو، آورای اون سرور رو برای 6 ثانیه دارید. این خوبا برعکس این که حالا من گفتم حالا فاصله رسانی، چون این اکسپوز میکرد و ادان اولترا ریره، ولی این حالا اولترا ری نیستش و این که کمکتون میکنه که بالاخره شما از دور دور یکی رو یه شانسی دو تا ایتم بدیش یا رو آوراشو کامل میگیره و میتونی پیش بینی کنی کجا داره میره طرف. این ادان به نظرم ادان خوبیه. این ادام یه چیکار میکنه؟ وقتی که بلیداتون به دور و بر میخوره، یعنی مثلا در دیوار هر چه که بزنید اون بلیدا بر میگرده به سمت سرورها، یعنی پله میشه در واقع، به اصطلاح فوتبالی ها توپو میذاری به دیوار توپ برمیگشت. حالا بحثو نبریم این فرمون، به این صورتی که واسه شون تیغه رو به دیوار میزنی، این تیغه برمیگرده سر صورت سرورها و 50% باز دمیج کمتر میزنه، ولی باز بالاخره دمیج اون طرف میخوره. این چیکار میکنه؟ این باعث میشه که وقتی که شما به دیوار میخوره تیغتون، به جای اینکه یک بار برگرده تو صورت سرور، دو بار برمیگرده. یعنی یه دور میزنی مثلا میخوره به دیوار سمت راست، میخوره تو صورت سرور، یا برعکس حالا میخوره تو دیوار سمت راست، میخوره تو دیوار سمت چپ، دوباره میخوره صورت سرور. یه چوری حالت اینجوری کلا تو جاهای بسته مثلا تیغاتون به در دیوارم بخوره، سرور شانسی یه ذره زخمی میشن. اوکی ادانش بد نیست، ولی به نظرم تمرین کنید که خودتون تیغا رو بخونه خیلی بهتره تا از این ادانه دیگه خیلی کمکی استفاده بکنید. این میاد تعداد بلیداتون رو 8 تا بیشتر میکنه و مکسیمم حالات بلیداتون رو که دور هم کنید باز 8 تا زیاد میکنه. این ترور ریت شما رو در واقع فایر ریت شما رو میشه گفت یه مقداری زیاد میکنه. اوکی نسبتا ادانش. این میاد این لکریشن متر که بخوام بهتون بگم چیه، همون نواریه که دور سرور رو پر میشه، میاد اون تایمی رو که حالا بعد اون تایمی که خب اگه نتونی شما سرور رو هیت بدین، این نوار کم میشه به هر حال دیگه، اونایی که حالا تیکسر بازی کردن یا تیکسر جلوش خورده میدونن، میاد اون تایمش رو برای 3 ثانیه دیلی میندازه. یعنی شما باز وقت داری که بخوابونی چند تا تیغه به اون سروایور. اینا که میاد دیوریشن اون ابیلیتی مین ایونتتون رو برای مثلا 0.3 ثانیه زیاد میکنه، ماشاءالله به وقت هر بلیدی که زدی. حالا خوبه اوکی، ولی به نظرم حالا از اونجا که میدونم تیکسر خیلیاتون تیکسر باز اونقدر نیستید، به نظرم ورش ندارید تا وقتی که اوکی نشین باش. تیکسر جزء کیلرای هارد داستانه، هارد بازیه، و اگه بخوام راست باشم باهاتون، اگر حس میکنید که کلن تو کیلرهایی که ایم میکنن خوب نیستید، سمتش نرید، یا اگر میرید به این در واقع بهونه برین که میخواین کلی وقت بذارین که یادش بگین. چون ببینید کل پاور این بشر تو حالت رنجشه و اونقدر با اتک میله به کارتون نمیاد، برای همین خیلی تمرین میخواد. ولی اگر بتونید اوکی بشین، جزء قوی ترین کیلر هاست. یعنی به جرئت میتونم بگم همین الان من تقریبا هر موقع تیکسر جلوم خورده تو 90% مواقع خوردم ازش. اگر یارو تیکسر پلیر نبوده در رفتم، اگر پلیر بوده تقریبا غیر ممکن ازش در بری، به خصوص که بعضیا میان پرگای خیلی خفن و بیلدای خیلی خفنی رو این کیلر میزنن که کلا اوه اصلا هیچی، تمام خودت باید تسلیم بشی. خب نکات مهم بازی کردن با این کیلر اگه بخوام بهتون بگم، آقا از مهمترین نکته های بازی کردن با این کیلر چیه؟ اینه که شما تمرکزتون رو کلا بذارید روی اینکه اون کیلر نتونه حرکاتتون رو راحت پیش بینی بکنه، که این بابت همه کیلرها است، ولی تو برای تریکسر باز مهمتره. چرا؟ چون تریکسر موقعی که داره تیغ پرت میکنه اسلو شده، مگر اینکه حالا تو حالت مین ایونتش باشه. وقتی که داره پرت میکنه، اگه بدون شما از در سمت چپ رفتی و در بغلی داری در میای، خب طبیعتا نمیاد تو اون فاصله چیزت بره، میره جلو اون در منتظر وای میسته تا شما تشریف بیاری بیرون با تیغاش صفات بده. ولی اگه بتونی پیش بینیشو به هم بزنی، یارو امکان داره اون مسیر کلا بیاد مثلا پیش بینی کنه، بعد یهو ببینه اونجا نمیده، خیت میشه، کلی هم وقت از دست داده و شما تازه کلی هم فاصله گرفتید. تریکسر تو مپای بسته تو یه سری مپا خیلی ضعیفه، مثلا تو راکون سیتی خیلی قویه. چرا؟ چون راکون سیتی یه سری راهرو داره که اون راهرو انقدر باریکه شما اگه بندازون پشت دنبالتون تقریبا همه تیغاشو میخوری. ولی مثلا مپای مثل حالا جینکس اوف پلیس، حالا مپی که حالا برای جینکس ها، یا حالا مپای دیگه که حالا الان خاطرم نیست، مثلا آزمایشگاه در واقع هافت کینگز، اونجا مثلا اگه بخوایم برین اونجا تقریبا تیکسر ضعیفه، اونقدر کاری نمیتونه بکنه. حالا بس دیگه مهم. ولی مپ های باز خدا نیاره انقدر این کیلر قویه که خود نگو، چون از دورم میتونه ببینه ازتون. یه سری پرکا هم هست که پرکایی که حالا ویژن تیکسر رو افزایش میدن، اونا رو تیکسر وردارن که اصلا هیچی، در واقع مپ های باز براتون به سم تبدیل میشه.
خب این تیپایی بود که اگه جلوتون تریکسر خورد. آها راستی اگه تریکسر جلوتون خورد سعی کنین حتما دور موانع دورش برین، یعنی انقدر تو دیگه اوپن فیلد ندین یارو راحت بتونه هیتتون بده، چپ و راست کنید برین تو در دیوار والت کنید دور پلت دورش بدین یارو رو، نذارید یارو راحت تیغاشو بخامونه و این چپ و راست کردن شما تو دیوار نه تنها عصب اون بنده خدا رو خرد میکنه بلکه تیغاش هم تمام بشه کلی شما جلو میافتید، کل ابیلیتی یارو تو تیغاشه، پس نترسین فقط فرار بکنید، نذارین فاصله شون با شما کم بشه که راحت تر تیغاشو بخامونه. بریم سراغ حالا نکته‌ای که شما اگه تریکسر بودین چیکار کنید. دقیقاً بالعکس این کاری که سرور بودم بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما اون تارگتتون داره دستون فرار می‌کنه، اول اینکه تا تو اوپن فیلد سعی کنید ماکسیمم حالت تیغایی که میتونید بهش بزنید. ماکسیمم حالت. اگر نمیتونید بیخیالش بشید، سعی کنید هیتش بدین. حالا اومدیم ما یه سوال براتون پیش میاد که آقا ما الان راست کلیک رو نگه داریم تون تون خودش میندازه این اوکی تره یا اینکه خودمون تلق تلق با تلا راست کلیک بزنیم که خودش پرت کنه؟ من گزینه دوم ترجیح میدم، یعنی شما دونه دونه خودتون بزنید تیغا رو پرت کنه، مگر اینکه یارو یه جای خیلی تنگ گیر کرده شما میتونید که با اسپم و فایر ریتتون میتونید سریع طرفو بندازید. در غیر این صورت اگه طرف خیلی داره موو میده خودتون تک تک تیغا رو بهش بزنید خیلی راحت تره برای دان کردن اون طرف. یه نکته دیگه بهتون بگم، وقتی که شما یک سرور رو میندازید دنبالش و میبینید اون خیلی خوب میتونه از دست در بره، بیخیالش رو جدی میگم، چون با تریکسر طرف تا صبح بگیر نیستی، برو سراغ سروری که آسان‌تر میتونی بگیریشون با تریکسر. بعد که گرفتیشون اون مشخصه کدوم سرور پلیتر نیستن تو اون بازی، برمیداریشون میذاریشون سر هوک، اون طرفی که میاد حالا یارو رو آن هوک کنه بالاخره در دسترس تر براتون قرار میگیره تا برای اینکه بتونی هیتش بکنی با تیغات. در غیر این صورت یعنی ننداز دنبال اون کسی که اصلا گرفتنش خیلی سخته. ببین با یه سری کیلرها مثل نرس و حالا کنیبال اینا میشه به هر حال پرو پلیرها هم گیر انداختشون، کیلرهای خیلی قویین، ولی مثلا تریکسر درست خیلی قویه ولی پرو پلیرها راحت میدونن چطوری تو باقالیا بکننش، برای همین بندازین دنبال حالا اون سروری که به نظرتون راحت تر میشه کچشون کرد. یه نکته دیگه، تریکسر جن کنترلش خیلی ضعیفه، یعنی هرچه سروایور کنترلش قویه جن کنترلش خیلی ضعیفه، یعنی شما تو حالت عادی نمیتونی بین جنراتور رو بچرخی مگه اینکه پرکایی برداری که جنراتورا رو حالا بلاک کنی یا مثلا پرک رون هگو برداری که نظران جنراتور درست کنن. در غیر این صورت شما باید کلا از اول بازی انقدر قوی عمل بکنی مثلا 2 تا 3 تا هوک بگیری که قشنگ بازی رو سوار بشی، نظری جن درست کن، وگرنه اگه چون خیلی جن درست شدنش ملسه تریکسر، یعنی درجا 2 تا جن میزنن هیچ دیگه، تا تو بیای 2 تا هوک بگیری باز 2 تا جن دیگه میزنی، انقدر این کیلر تو جن کنترلش ضعیفه. پس سعی بکنید که انقدی خوب بشین تو تریکسر که راحت همو شروع بازی بتونید یک یا 2 تا هوک رو بگیرید حداقل که بازی رو خیلی جلو بیافتین و این روندم ادامه بدین حفظ کنید. یهو مثلا نرید حالا مثلا یکی رو زارین زیر زمین دیگه مثلا زورتون بیاد بیارنش برین کمپ بکنید، کمپ بکنید به ضررتونه، تو تای تاش یه نفر رو بتونی بکشی باز میرن بقیه جنراتور رو درست کنن، چون کیلر خاصی مثلا نرس نیستی بتای بچرخی بین جنراتور رو حتی آخر بازی. برای همین من پیشنهاد میکنم که تو ارلی گیمتون خیلی قوی عمل بکنید. آقا دمتون گرم که تا پایان ویدیو با من همراه بودین، لطفاً کانال منو سابسکرایب بکنید، در اینستاگرام هم میتونید منو با همین اسم فالو بکنید، اگر سوالی چیزی داشتین میتونید داخل دیسکورد منم جوین بشین، اونجا هم بچه‌ها هستن هم خودم هستم، اگه بتونم جوابتون رو حتما میدم. دمتون گرم تا ویدیو بعدی، خدافظ بچه‌ها.